سلام بینندگان ارجمند، سرخطی خبرهاست از رادیوی آزادی. در چند دقیقه بعدی درباره بازداشت سمرالدین قربانوف و صحبت او از انتقال مبلغ به زندان، سبب های واقعی سوختاری بلنداشیانه نوی در شهر وحدت، جزای 15 ساکن خوروغ بعد سنجیش دوربین های شهری به خطر، باز شدن 10 پرونده جنایی در قزاقستان برای شرکت شهروندان در جنگ روسیه ضد اوکراین و خبرهای دیگر میگویم. در تاجیکستان 24 نفر بر اثر آفت‌های طبیعی 3 ماه اول سال جاری جان دادند. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در جلسه اخیراً گفتند بر اثر آفت‌های طبیعی امسال به اقتصاد کشور در حجم بیش از 20 میلیون سومانی ضرر وارد شده است. ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه فوریه شاهد حادثه‌های پرفاجعه طبیعی شد. در نتیجه آمدن ترما تنها در این منطقه نزدیک 20 نفر جان داد. کمیته حالت های فوق العاده هشدار داده است که روزهای نزدیک در تاجیکستان باران زیاد پیش بینی می شود. بهاران، سیلاب خیزی ها به یک مشکل سنگین و جدی ساکنان و هم مقامات مسئول تبدیل می یابد. در این باره در برنامه امروزه اخبار آزادی 4 ساعت بعد مفصل تر صحبت می کنیم. مقامات انتظامی در ناحیه فرخور سمرالدین قربانوف برادر الهام جان قربانوف یک فعال مدنی را با گمان دریافت مبلغ از خارجه بازداشت کردند. مقامات تفتیشاتی هنوز این خبر را شرح ندادند. رجب پیرو ساکن ناحیه فرخور گفت پسرش را کارمندان پلیس به بازداشتگاه موقتی کلاب بردند. خانم پیرو گفت پسرش را گویا برای صحبت تلفنی درباره دسترس کردن مبلغ از خارجه برای زندانی ها گمان برمیدانند. الهام جان قربانوف گفت اتهام بهانه است و بازداشت سمرالدین انگیزه های سیاسی دارد. کمیته امنیت ملی قزاقستان برای اشتراک در جنگ روسیه ضد اوکراین 10 پرونده جنایی باز کرده است. مثل تاجیکستان در قزاقستان هم شرکت در جنگ خارجی منع است. با شهروندان قزاقستان که در جنگ اشتراک میکنند از 5 تا 9 سال زندان تهدید میکند. فعلا جزئیات زیاد در دست نیست، ولی پیشتر رسانه های قزاقستانی نام و نسب چند شهروند این کشور را نشر کرده بودند که در صفحه شرکت خصوصی نظامی واگنر از جانب روسیه ضد اوکراین میجنگیدند. آنها در جنگ کشته و در قزاقستان به خاک سپرده شدند. رسانه ها نوشتند انگیزه به جنگ رفتن قزاقستانی ها هوسمندسازی مالی و باورهای ایدئولوژی بوده است. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری عراق اطلاع داد که پرزیدنت این کشور عبداللطیف رشید برای سفر به دوشنبه دعوتنامه گرفت. دعوتنامه را از نام امام علی رحمان روز یکشنبه زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق سپرد. با اطلاع منبع زبیدالله زبیدزاده از تمایل تاجیکستان برای بالا بردن سطح همکاری ها میان دو کشور گفته است. پرزیدنت عراق با اهمیت گسترش همکاری های دو کشور به هدف صلح و امنیت جهانی و ضرورت باز کردن سفارت تاجیکستان در بغداد تاکید کرده است. مقامات تاجیکستان تا کنون در رابطه به این خبر ابراز نظر نکردند. مقام پرزیدنتی در عراق بیشتر رمزی بوده، حکومت اجرایی زیر نظر سروزیر و پارلمان کشور عمل میکند. برخی قلمروهای عراق هنوز 9-10 سال پیش زیر نظر جنگیان گروهی به نام دولت اسلامی بود و حالا ده ها شهروند تاجیکستان زنان و کودکان در زندان های عراق به سر میبرند. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید. بر اثر سوختوری در یک بینوی نوساخت استقامتی شهری وحدت که شب 15 به 16 اپریل 3 ساعت ادامه داشت، آشیانه های ششم و قسمان پنجم آن سوخته است. در آشیانه آخرین ششم بینا 6 خانواده زندگی میکرد و در پی آگهی سری وقتی ساکنان از تلفات جانی پیشگیری شده است. خبرنگاران رادیوی آزادی از جای حادثه گزارش میدهند که فرضیه احتمالی سوختور نه ترکشی بالونی گاز بلکه رسیشی نقل ها گفته میشود و الانگه سوختور اول از منسرده یا قسمت زیری شیفتی بینا سرزده است. ساکنان به ویژه اویله های در سوختور آسیب دیده در خانه های خویشاوندانی خود قرار دارند. وزارت کارهای داخلی این حادثه را می سنجد. بلنداشیانه های استقامتی 8 سال پیش ساخته شده با استفاده داده شده بود. تفصیلات این خبر 4 ساعت بعد در اخبار آزادی تقدیم می شود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عکس و اسم 15 راننده را نشر کرد که در شهر خوروغ به قول مقامات قاعده راه را ویران کرده به حرکت نقلیات از جمله ماشین های بارکشه که راهی بین المللی دوشنبه خوروغ قلمه را عبور میکنند مشکل ایجاد نمودند. به گفته مقامات راننده ها اکثریت ساکنان شهر خوروغ بوده، برای توقف نادرستی ماشین و رعایت نکردن علامت های راه با دوربین شهری بی خطر و فهرست راننده های قاعده شکن افتیدند. نظری رانندگانی که با ویران کردن قاعده حرکت در راه متهم شدند معلوم نیست. از فعال شدن کامیره های نظارتی شهری بی خطر در خوروغ، پلیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه پیش خبر داده بود. طرح شهری بی خطر بار اول در تاجیکستان سال 2013 در شهر دوشنبه فعال شد. کامیره های نظارتی را شرکت هواوی چین بر اساس سازشنامه با وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوشنبه نصب کرده است. و حالا قرب اسعار برای امروز 17 اپریل، بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی را برای امروز 133 سومانی و 50 درهم، ارزش 1 دلار آمریکایی را 10 سومانی و 91 درهم و 1 یورو را 12 سومانی و 6 درهم مقرر کرده است. قرب اسعار در بانک های تجارتی می تواند فرق کند. این بود چند خبر این ساعت. 4 ساعت بعد در اخبار آزادی وامی خوریم.